در اولین ساعات بامداد امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه، سه زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند. خانواده و بستگان این سه زندانی مقابل زندان قزلحصار تجمع کردند و علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم دست به اعتراض زدند، اما مورد تهاجم ماموران خامنه‌ای قرار گرفتند. تصاویر کوتاه رو تو این رابطه با هم ببینیم. تیراندازی میکنم برای ملت، برای مردم دارن تیراندازی میکنم، دارن تیراندازی میکنم به سمت ملت. بله، علت افزایش اعدام‌های جنایتکارانه خامنه‌ای چیه؟ آیا این اقدام تنفر برانگیز نشونه قدرت اون هست یا چیز دیگه ایه؟ همراه میشیم با خانم نینا پسیان، مدیر انجمن زنان ایرانی در آلمان. سلام میکنم خدمتتون خانم پسیان، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و همراهمون هستین. این روزا شاهد افزایش اعدام‌های جنایتکارانه از طرف رژیم هستیم. خامنه‌ای با این اعدام‌ها دنبال حل چه مشکلی هست خانم پسیان و چه چیزی رو داره دنبال میکنه؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون و تشکر میکنم از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردین. واقعا تصاویری که دیدیم دل هر انسان آزادی رو به درد میاره و بسیار جای تأسفه که در پاسخ به دادخواهی مردم یک چنین اعمال شنیع رو جلوی زندان با بستگان این زندانیانی که اعدام شدن انجام میده. در مورد سوال شما باید بگم که قبل از هر چیز همه ما میدونیم که ماهیت این رژیم یک رژیمیه که بر اساس زندان، شکنجه و اعدام و سرکوب بنا شده. یعنی انتظار دیگری از این رژیم خونخوار ما نداریم. مشکل اساسی این رژیم فقط و فقط ماندگاری بر صحنه حکومت و ادامه دادن به استبداد خودش بر مردم رنج دیده ایرانه. از سالهای قبل وقتی نگاه میکنیم اعدام جزء برنامه همیشگی این رژیم بوده و وقتی که به بنبست واقعی میرسه اعدامها رو بیشتر و بیشتر میکنه. از سال 1396، 98 و 1401 مردم ایران بهش نشون دادن و مقاومت ایران که تعادل قوا به هم خورده و سرنگونی رو با چشم خودش میبینه، شروع کرده به بهانه های مندرآوردی توهین به مقدسات، سب النبی و امثال هم و مواد مخدر جوانها رو دسته دسته اعدام میکنه. اجازه میخوام در مورد این اعدام ها کمی صحبت کنم که در روزهای اخیر بسیار بالا گرفته. ما اگر نگاه کنیم به بین 9 تا 15 اردیبهشت ماه میبینیم که 44 نفر رو اعدام کرده که 23 نفر اونها از شهروندان بلوچ ما بودن و آخرین آماری که ما داریم به فاصله زمانی بسیار کوتاه 67 نفر اعدامی که 8 نفرش امروز اعدام شده و 26 نفر اون از استان سیستان و بلوچستان بودن، از شهروندان بلوچ ما که در نهایت فقر به سر میبرن. و درود میفرستم بر اونها که به مقاومت خودشون ادامه میدن و برای همین مورد خشم رژیم قرار دارن.
در مورد این اعدام ها میبینیم که رژیم شروع کرده به اعدام ها از رشت و مشهد و اصفهان و همینجور میایم پایین دسفول و خرم آباد و اهواز، همه این زندانی ها مورد تهاجم و اعدام رژیم قرار گرفتند و میخواد که رعب و وحشت در بین مردم ایجاد کنه. طبق گفته آقای فولکا تور که رئیس کمیسار عالی حقوق بشر هست، سال گذشته 580 نفر رو این رژیم اعدام کرده و سکوت تک تک ما ایرانی ها خیانت است به وطن ما و خیانت است به مردم ما. باید همه بیرون بریم و بر علیه این رژیم فریاد بزنیم، نباید ساکت بمونیم و ما که این ور آب هستیم باید در ارگانها و سازمانهای بین المللی صدای این مردم باشیم که کسی صدای اونها رو نمیشنوه. من فیلمها رو که نگاه میکردم این مردم از بی کسی یا حسین صدا میکردن، کسی فریاد رسی نیست و ما باید بیاییم بیرون و این رژیم رو از صحنه و تاریخ ایران حذف کنیم. مشکل اصلی رژیم فقط با رفتنش حل میشه و رژیم مانند موجودی هست که در یک باتلاق دست و پا میزنه، دستش رو به هر چی که ببره بیشتر در باتلاق سرنگونی خودش فرو میره و هیچ مشکلی از رژیم حل نخواهد شد و بدتر خواهد شد. خانم حسین، واکنش جامعه جهانی نسبت به این افزایش اعدام ها که شما با آمار برامون توضیح دادین چگونه بوده و همینطور خواسته مقاومت ایران از جامعه بین المللی تو این رابطه چیه؟ بی هیچ شک و تردید که هر انسان آزادی وقتی این خبر اعدام ها رو میشنوه واقعا برآشفته میشه و محکوم میکنه. مقاومت ایران بارها و بارها تمام اعدام ها رو در این سال ها محکوم کرده، علل خصوص این اعدام های اخیر رو محکوم کرده و از جامعه بین المللی خواسته که عاملان و آمران این جنایات رو مجازات بکنن و خواسته که این رژیم رو ایزوله کنن. دولت‌های اروپایی نباید با این رژیم مراوده اقتصادی و سیاسی داشته باشن و باید ایزوله بشن. اما در زمینه جوامع حقوق بشری اونها فقط این اعدام رو از جانب ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایران میبینن و نه مبارزه با مواد مخدر و یا یک چنین الفاظی که رژیم به کار میبره. در زمینه اجازه میخوام از کمیسار عالی حقوق بشر که آقای فولکا تورک هستن اینجا اشاره کنم که ایشان بیانیه‌ای داده و اعلام اظهار کرده که این آمار تنفر برانگیز و از آمار وحشتناک بالا صحبت کرده و اینکه ایران در صحنه بین المللی بالاترین آمار رو در اعدام داره و بسیاری از فعالان حقوق بشری بعد از چین ایران رو در رده آمار اعدام قرار دادن، در حالی که وقتی ما مقایسه میکنیم جمعیت ایران و چین رو میبینیم که واقعیتا ایران در رده اول اعدام مردمش قرار داره در این جدول. آمریکا و عفو بین الملل هم محکوم کردن این اعمال شنیع جمهوری اسلامی رو و کمیسیون آمریکا در امور مذهبی که دو نفر از شهروندان ایرانی برای توهین به مقدسات اعدام شدن رو اون رو نقض کامل آزادی ادیان دونسته و از ایران خواسته که توقف بده این سختگیری‌های بیهوده رو. و اجازه میخوام یه کوتاه از قول آقای آبراهام کوپر که معاون رئیس آمریکا در امور آزادی مذاهب هست یک تیکه رو براتون نقل کنم. عیناً ایشون میگه که مشاهده رواج چنین قوانینی در سطح جهان و میزان تکان دهنده اجرای آنها در کشورهای ایران، پاکستان و روسیه نگران کننده است و استفاده از هر قانونی که توهین به مقدسات را جرم می‌داند نقض فاحش آزادی مذهبی است. این چیزی بوده که ایشون اعلام کرده. نواندیشان دینی ایران هم در این رابطه
بیانیه‌ای دادن و اعلام کردن که دیگر اندیشی جرم نیست و کسی رو نباید به خاطر عقیدش اعدام کنن. کمیته حقوق بشر هم در این رابطه، در رابطه اعدام، که تنها فقط در مواردی که اعدام عمدی، قتل عمدی صورت میگیره و قتل‌های بسیار جدی عمدی هست، اعدام رو مجاز میشماره و در مواردی مثل مواد مخدر و یا در رابطه با مواد مخدر اعدام رو جایز نمیشماره. بله، سپاسگزارم از اینکه سایر مواضع و محکومیت ها در رابطه با همین اعدام های اخیر برامون گفتین. اما خانم پسیان، با من آخرین سوال، فکر میکنید به کارگیری مشخصا اهرم اعدام و افزایش اون توی کشورمون ایران که این روزا هم شاهدش هستیم نشونه چی هست؟ اگر نظر رو من رو بخواین، من فکر میکنم که نشانی از ضعف و زبونی رژیم هست. رژیم از نظر نالایقی که از عهده حل مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودش بر بیاد، نمیتونه بر بیاد. مسئولین در این منظر نیستن که بتونن مسائل مردم رو حل کنن. تنها چیزی که یه نقل قولی از خمینی ملعون میکنم که یه بار گفته بود که حفظ نظام از اوجب واجبات است، اگر درست این رو نقل قول کرده باشم. اینها فقط و فقط میخوان سر قدرت بمونن و فقط میخوان به چپاول خودشون در ایران ادامه بدن، و تا وقتی که این رژیم بر سر قدرته، روزگار ما ایرانی ها همین خواهد بود: اعدام، شکنجه، زیر خط فقر زندگی کردن. برای همین تنها راه رهایی ما سرنگونی و سرنگونی این رژیمه. راه چاره دیگری ما نداریم. بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم نینا پسیان، مدیر انجمن زنان ایرانی در آلمان، که وقتتون رو به ما دادین و همراه ما بودین. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما خانم پسیان. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار شما باشه. همچنین.